Take a look at what happened. تصاویری را که دیدید برای ساعتها در صدر خبرهای جهان قرار گرفت. خاطراتی از ترور رؤسای جمهور قبلی به ذهن آمد، اما در کمتر از یک دقیقه تصاویر بعدی اطمینان خاطر داشت. صحبت از انتخاب این و آن رئیس جمهور نیست، بلکه دموکراسی است و آن چیزی که آقای بایدن به درستی ساعتی بعد به آن اشاره کرد. I spoke with Donald Trump. I'm sincerely grateful that he's doing well and recovering. And we had a short but good conversation. FBI باور دارد که سوء قصد فردی و تشکیلاتی پشت آن قرار نداشته است. همین هفته قبل بود که نوشتند اگر ترامپ برنده شود جنگ سرد با ایران وجود دارد، اما نه محور شیطانی جورج بوش. و حالا به پاریس بیایید برای دیدن و شنیدن خبرهای شاد گردش مشعل المپیک، از جمله در سراسر محلات پاریس و به خصوص در برابر کاباره مولان روژ و رقص مشهور کنکن، که البته این مشعل به جاهای دیگر هم برده شد. کمی دیرتر در مراسم 14 ژوئیه آن را خواهید دید. مشهورترین شخصیت‌های شناخته شده مشعل المپیک را به دست گرفتند که اولینشان تری هانری، فوتبالیست و یکی از اعضای سابق تیم ملی فرانسه بود. از جمله صدها نفری که حامل مشعل المپیک بودند، لئون لوکوویچ که یکی از جان به در برده‌های کوره‌های آدمسوزی اردوگاه آشویتس بود که قهرمان وزنه‌برداری و حالا 94 ساله است. بی سبب نبود وقتی مشعل در خیابان ولتر جلوی بتکلان عبور می کرد احساس چیز دیگری شد. تعصب کور تروریسم برای آنکه صاحب این محل یعنی سالن کنسرت بتکلان یک یهودی بود. انتخاب می بخشم و فراموش نمی کنم را در دقایق طولانی هر حاضر در محل تجربه کرد. مشعل المپیک در دو روز گذشته به قلب کوچه و مکانهای پاریس برده شد، از جمله دیروز در مراسم جشن سالگرد انقلاب فرانسه در حضور رئیس جمهور. در مورد تعیین دولت جدید و زمان و مهلت آن، بار دیگر رئیس مجلس سنا آقای لخشق گفت بهتر است تا پایان بازی‌های المپیک صبر کرد. در ارتباط با ایران، ملاقات قالیباف با پوتین که صرفاً جنبه پروتکل داشت، به هر حال اختلافات پزشکیان و قالیباف پنهان هیچ رسانه‌ای نخواهد بود. خبرگزاری ایتالیایی نوشت پزشکیان به اسماعیل هنیه وعده داده که ما کمک‌های خودمان را متوقف نمی‌کنیم، و تلویزیون حکومتی پارس تیوی تشکرات قلبی هنیه را منعکس ساخت. این سایت سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه است که پیام و بعدهای مسعود پزشکیان را منتشر کرده است. اگر فرصت بازدید از این سایت را ندارید، ماه گذشته مراسم بزرگداشت روح الله خمینی به گفته همین سایت در پلاک 150 خیابان بینو بود، یعنی در چند متری خانه بختیار که در ترور اول انیس نقاش به اشتباه یک آدرس آپارتمان مادر بیگناه فرانسوی صاحب دو فرزند را به قتل رساند و یک پلیس را برای همیشه فلج ساخت. در خاورمیانه همه شواهد میگوید چه آتش بس یا نه، عملیات نظامی علیه حماس ادامه خواهد داشت. سایت های اسرائیلی گفته وزیر خارجه ترکیه را منتشر کردند که میگوید اسرائیل قصد صلح و آتش بس را ندارد. وزیر خارجه عربستان در دیدار با همتایش در ترکیه خواهان آتش بس فوری شد. و در آخرین که از دیروز رئیس جمهور فرانسه صاحب اتومبیل تازه‌ای از کارخانجات رنو شده است. پیشتر آقای مکرون صاحب یک اتومبیل پژو بود. نکته جالب این که اتومبیل رئیس جمهور هم مانند یک شهروند عادی
دارای پلاک و شماره است. برخی ادعای دموکراسی دارند و برخی آن را باور و آن را زندگی می کنند.